سلام بر شما و خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه برابر است با هفته قوس سال 1401. در آغاز سرخط خبرها، سفر هیئت پاکستانی برای گسترش روابط کابل با اسلام آباد، قرار است فردا یک هیئت پاکستانی به شمول وزیر دولت در امور خارجه این کشور به کابل بیاید. ممکن ده چې د پولی امنیت هم یو موضوع وي. تجارت پکې مهم موضوع ځکه ده، همکاري اقتصادي لارو کې، ځکه چې د دې سفر نه وړاندې دلته په اسلام آباد کې هنا رباني کا د مالی وزیر سره هم خبرې کړې وي. آغاز نشست دو روزه گفتگوهای امنیتی هرات در تاجکستان. انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید درباره راه های رسیدن به یک حکومت فراگیر در افغانستان گفتگو می شود. راه های رسیدن به یک دولت فراگیر سیاسی در افغانستان را با اجماع منطقه‌ای و حمایت بین‌المللی مورد گفتگو قرار دهند. آمادگی امارت اسلامی برای گشایش راه ابریشم در کشور. سرپرست وزارت صنعت و تجارت از چین میخواهد که این روند را سرعت ببخشد. دهلیز واخان یا راه تاریخی ابریشم میتواند سطح تجارت میان دو کشور را افزایش داده و مسیر مطمئن برای تجارت و ترانزیت کالاها میان دو کشور گردد. آغاز روند توزیع زغال سنگ به بهای ارزان در پایتخت و هشدار فرمانده کل سپاه ایران از خطر جنگ جهانی از ایران. من سپ دستپیر هستم با مشروع خبرهای ساعت 6. قرار است روز سه‌شنبه یک هیئت پاکستانی به شمول وزیر دولت در امور خارجه این کشور به کابل بیایند. وزیر خارجه پاکستان در خبرنامه گفته است که این هیئت با مقام‌های بلندپایه حکومت سرپرست گفتگوی سیاسی خواهد داشت. تقویت روابط کابل با اسلام آباد و پشتیبانی از مردم افغانستان هدف سفر این هیئت به کابل گفته شده است. هیئت پاکستانی که ریاست آن را حنا ربانی کهر وزیر دولت در امور خارجه این کشور دارد، روز سه‌شنبه به کابل خواهد آمد. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه گفته است که این هیئت درباره روابط دو جانبه از جمله همکاری‌ها در زمینه‌های آموزش، تجارت و سرمایه‌گذاری با مقام‌های امارت اسلامی گفتگو خواهد کرد. وزیر امور خارجه همچنان بر تعهد و پشتیبانی دوامدار پاکستان از همه تلاش‌ها برای تقویت صلح و افزایش رفاه در افغانستان تاکید خواهد کرد. ممکن ده چې د پولی امنیت هم یو موضوع وي. تجارت پکې مهم موضوع ځکه ده، همکاري اقتصادي لارو کې، ځکه چې د دې سفر نه وړاندې دلته په اسلام آباد کې هنا رباني کا د مالی وزیر سره هم خبرې کړې وې. طالبانو غوښتل شوې دي چې د ښځو حقوق ادا کړي، مېرمنو ته د کار موخه ورکی، د تعلیم حق ورکی. در این سفر نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان و نمایندگان شمار از وزارت‌ها به ویژه وزارت مالیه پاکستان نیز به کابل خواهند آمد. شمار از آگاهان مسائل سیاسی سفر این هیئت پاکستانی را به افغانستان در بهبود روابط دو کشور مهم می‌دانند. در هر ملک نه، در سیم ده هیوادونه، در خصوصا در گاونده هیوادونه، در ایهتون را تک پا جکپور سطح بانده، در افغانستان در پاره یا شهز خبر ده و در سیم ده هیوادونه پاره خپل در پاکستان در پاره. در پاکستان در پاره هم مهمه ده، در افغانستان در پاره هم. در پاکستان سرده که تنها در افغانستان در ارتیه نده، در افغانستان دیر در پاکستان در ارتیه ده. مقام های حکومت سرپرست تا اکنون در پیوند به این سفر هیئت پاکستانی چیزی نگفتند. این سفر مقام های پاکستانی در حال انجام می شود که تنش های مرزی میان نیروهای امارت اسلامی و مرزبانان پاکستانی شدت یافته است. حنا ربانی نخستین بار در سال 2012 میلادی هنگامی که وزیر خارجه پاکستان بود به کابل آمد و با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدار کرد. دهمین دور نشست گفتگوهای امنیتی هرات فردا در دوشنبه پایتخت تاجکستان برگزار خواهد شد. انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان میگوید که در این نشست درباره راه‌های رسیدن به یک حکومت فراگیر در افغانستان گفتگو می شود. مسئولان این انستیتیوت می افزایند که نشست امنیتی هرات دو روز ادامه خواهد داشت. از سوی هم معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به برگزاری نشست امنیتی هرات میگوید هر اقدامی که به سود افغانها باشد خوب است. فاطمه ادیب گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار نشست گفتگوهای امنیتی هرات در بیرون از کشور برگزار می شود. در این نشست دو روزه چهره های سیاسی و نمایندگان کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان می گوید که در نشست امنیتی هرات درباره راه های رسیدن به یک حکومت فراگیر سیاسی در افغانستان گفتگو خواهد شد. در مدت دو روز کارشناسان و نمایندگان از گروه‌ها و جناح‌ها و کشورهای دخیل در مسئله افغانستان پیرامون راه‌های رسیدن به یک دولت فراگیر سیاسی در افغانستان را با اجماع منطقه‌ای و حمایت بین‌المللی مورد گفتگو قرار خواهند داد. با این حال برخی از آگاهان مسائل سیاسی از این نشست استقبال می کنند، اما می گویند که باید این چنین نشست ها در داخل کشور برگزار شود. جنبه عملی ندارند یا فقط تشریفات و امتیازهایی که می خواهند از جامعه جهانی به خود بگیرند می گیرند و ضعف حکومت ما را نشان می دهند. گفتگوهای امنیتی هرات در حقیقت نشست کارشناسان و صاحب نظران تراز اول منطقه و افغانستان است که بیشتر نسخه های تئوریک می پیچند. اما معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید هر نشسته که به سود شهروندان کشور باشد خوب است. هر تحرکی که به نفع افغانها باشد و در مورد اینکه مسائل افغانستان را به گونه خوب همکاری نماید گام خوب است، ولی در کل به گونه خصوص در این مورد تا هنوز چیزی گفته نشده به ما. محسن داور عضو مجلس نمایندگان پاکستان در صفحه تویترش نوشته است که اسلام آباد مانع سفر او به تاجیکستان شده است. نشست گفتگوهای امنیتی هرات هم امسال در داخل کشور برگزار می شد و امسال انتظار می رود در این نشست 120 نماینده کشورهای منطقه و جهان به شمول افغانستان شرکت خواهند کرد. وزارت دفاع امارت اسلامی می گوید که تا اکنون بیش از 60 چرخبال و هواپیماهای مختلف را بازسازی کرده است. مقام های این وزارت می افزایند که در میان این هواپیماها 3 هواپیمای مسافربری نظامی نیز بازسازی شدند. شماری از آگاهان نظامی به این باور هستند که برای کارگیری بهتر از این چرخبال ها باید از نیروهای حرفه‌ای حکومت پیشین کار گرفته شود. وزارت دفاع امارت اسلامی میگوید که تاکنون مهندسان فرماندهی نیروهای هوایی این وزارت بیش از 60 چرخبال و هواپیماهای را بازسازی کردند که به علت مشکلات فنی از کار افتاده بودند. با تلاش فراوان بخش‌های مختلف قوای هوایی وزارت دفاع ملی تاکنون بیشتر از 60 تا طیاره بالثابت و بالمتحرک ترمیم گردیده و آماده خدمتگزاری میباشد. سخنگوی وزارت دفاع آمار می دهد که در میان 60 هواپیمای بازسازی شده 3 هواپیمای مسافربری نظامی نیز بودند که اکنون آماده پرواز هستند. دو بال تیاره ترانسپورتی نظامی نو NCV-2 و یک بال تیاره ترانسپورتی نظامی N-26 ترمیم گردیده و آماده فعالیت می باشد. شمار از آگاهان مسائل نظامی به این باور هستند که برای ایجاد اردوی منظم نیروی هوایی توانا نیاز است و باید ظرفیت های دیگر نیز با نیروهای امارت اسلامی یکجا شوند. نظر به زمان انکشاف که در وزارت دفاع صورت گرفتن قابل تقدیر هستند. امیدوار هستیم که انکشاف دیگه هم موثرتر و مثبتتر رشد کنند. طلبه خواسته باشند که از اطلاعات استفاده کنند، باید نسبت به منصوبان اردوی گذشته خصوصا منصوبان حرفه‌ای فنی برخورد در حقیقت مسئولانه داشته باشند، اونا را به کار جذب کنند و وظیفه جذب کنند. بر بنیاد اطلاعات وزارت دفاع امارت اسلامی روند بازسازی چرخبال‌ها و هواپیماهای آسیب دیده ادامه دارد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که امارت اسلامی برای گشایش راه ابریشم آمادگی دارد. سرپرست این وزارت از چین میخواهد که این روند را سرعت ببخشد. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به این باور است که وصل افغانستان به راه ابریشم میتواند میزان تجارت افغانستان را با کشورهای منطقه افزایش دهد. وزارت صنعت و تجارت میگوید که امارت اسلامی به خاطر گشایش راه ابریشم آمادگی دارد. سرپرست این وزارت می افزاید که راه ابریشم میزان تجارت میان افغانستان و چین را افزایش خواهد داد. این مقام حکومت سرپرست از چین می خواهد که روند کار این راه را سرعت ببخشد. دهلیز واخان یا راه تاریخی ابریشم می تواند سطح تجارت میان دو کشور را افزایش داده و مسیر مطمئن برای تجارت و ترانزیت کالاها
میان دو کشور گردد. در همین حال وزارت اقتصاد میگوید که پیوستن افغانستان به راه ابریشم به سود ثبات و توسعه اقتصاد افغانستان است. پیوستن افغانستان به طرح یک کمربند یک جاده، کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم دریایی در مجموع به نفع ثبات و توسعه اقتصادی افغانستان است. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری به این باور است که راه ابریشم برای بازرگانان کم هزینه است و باید افغانستان به این راه وصل شود. از لحاظ اقتصادی واقعا پر اهمیت به این خاطر هستند که نزدیک است و از امو مسیر که تیر میشه تمام کشورها از اون منفعت میبره، به شمول افغانستان، چین، تاجیکستان، قرغیز و ازبک و ترکمن و همچنان پاکستان و بالاخره ایران و آذربایجان. جاده تازه ابریشم یا طرح کمربند و جاده را رئیس جمهور چین با الهامگیری از راه ابریشم در سال 2013 ارائه کرد. طرح جدید با هزینه 1300 میلیارد دلار از سوی چین برای ساخت هزارها کیلومتر جاده، راه آهن و مسیرهای آبی و هوایی در نظر گرفته شده است. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ پروان میگویند که بنای تاریخی استوپ توپدره این ولایت برنده جایزه شایستگی میراث‌های فرهنگی یونسکو شده است. به گفته آنان از میان 6 کشور منطقه که شامل 13 مکان و پروژه‌های تاریخی می‌شود، این بنای تاریخی جایگاه سوم را از آن خود کرده است. در همین حال فرهنگیان در پروان بر نگهداری بناهای تاریخی تاکید می‌کنند. اسما ساین در این رابطه گزارش می‌دهد. این مکان معروف تاریخی به نام غولپیکر توپدره یاد می شود که به گفته مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت نظیران در کشورهای منطقه وجود ندارد. آنان می گویند که استوپه توپدره از میان 6 کشور منطقه برنده جایگاه سوم شایستگی میراث های فرهنگی از سوی یونسکو شناخته شده است. در میان 13 پروژه که از 6 کشور مختلف در کشور تایلند برگزار شده بود، برنامه درجه 3 از آن خود ساخت. در همین حال فرهنگیان پروان با تاکید بر نگهداری از آبدههای تاریخی این ولایت میگویند که این آبدها نشان دهنده هویت فرهنگی یک جامعه هستند. ارزشمندی از لحاظ هویت تاریخی و از لحاظ حتی اقتصادی که بتونن درآمدی دیگه داشته باشن و از لحاظ اجتماعی و از لحاظ تاریخی میتونه که به افغانستان یک هویت خوبی ببخشه. هرگاه این استوپا و معبد تاریخی مورد توجه سازمان‌های فرهنگی جهان به خصوص سازمان یونسکو قرار بگیرد، صنعت توریسم رشد خواهد کرد. این بنای تاریخی شبیه منار است اما با پهنای خیلی بزرگتر. صفحه دور و دور تختانی آن به اینجا اهمیت ویژه‌ای داده است. وزارت مالیه در 5 ولایت هممرز با پاکستان برای بارگیری و تخلیه کالاهای بازرگانی تخلیه‌گاه می‌سازد. مسئولان معینیت عواید و گمرکات می‌گویند که این کار برای پیشگیری از فرار عواید، فساد و قاچاق کالاها انجام خواهد شد. از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که انجام و بهره برداری تخلیه‌گاه‌ها بخش بزرگی از چالش‌های بازرگانان را در بندرها از میان خواهد برداشت. بنفشه بینش گزارش می‌دهد. مسئولان معینیت عواید و گمرکات وزارت مالیه میگویند که بر بنیاد فیصله کابینه امارت اسلامی، هیئت به ریاست این معینیت در 5 ولایت هممرز با پاکستان هزاران جریب زمین را برای تخلیه‌گاه کالاهای بازرگانی در نظر گرفته است. بر بنیاد آمارهای وزارت مالیه در قندهار 1500 جریب زمین، پکتیا 1100 جریب زمین، ننگرهار 600 جریب زمین، خوست 550 جریب زمین و پکتیکا 230 جریب زمین در نظر گرفته شده است. گمرکان و عواید و تموینیت پر مشری بند یو حیط و تاکل سو بیا گمرکو ولایتی گمرکان رو تسفر اکڑه او داغن یه تخلیه بارگیلی در میدانون لپاره دویال تزمه که تخصیص کرده. از سوی دیگر مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند که این کار از توقف دراز مدت کالاها در بنادر و فاسد شدن کالاها جلوگیری می کند و بارها به زودترین فرصت تخلیه خواهند شد. امارت اسلامی یک هیئت را توصیف کردند که بنادر وسط بته و در بنادر امکانات لابراتوار، امکانات ترازو، امکانات سردخانه و امکانات انگری در اوجه جور شود تا اموال تخلیه شود. برخی از بازرگانان میگویند که با انجام این کار بخش بزرگی از چالش هایشان در گمرک ها برطرف خواهد شد.
و چې دا تخلیقات جوړ شوی د افغانستان سکتور خوځي مالونه به ډیر زیات خوندي به په تخلیقات ځایونو کې بخکته شي. تا کنون کالاهای بازرگانی در این ولایت ها در هنگرها یا تخلیه‌گاه های شخصی تخلیه و بارگیری می شوند. وزارت مالیه می گوید که با ایجاد این تخلیه‌گاه ها شمار زیادی از مردم سرگرم کار خواهند شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی می گوید که قاچاق دلار از طریق میدان‌های هوایی کشور به صفر نزدیک شده است. سخنگوی این وزارت می افزاید که هیچ کس نمی تواند بالاتر از 5000 دلار به بیرون از کشور انتقال دهد و از ماه اکتبر تا به حال بیش از 40000 دلار مسافران مسترد شده است. از سوی هم اتحادیه صرافان سرای شاهزاده به این باور است که قاچاق دلار به ایران و پاکستان از راه زمین جریان دارد. به ادامه خبر چشم باز هم خوش آمدید. روند توزیع زغال سنگ به بهای ارزان در 32 مرکز در شهر کابل آغاز شد. شهرداری کابل میگوید که در این مرکزها زغال سنگ 50% نسبت به بازار ارزان تر به فروش میرسد. شهرداری کابل میگوید که در حال حاضر کار توزیع زغال سنگ به گونه عملی در 32 مرکز در 22 ناحیه شهر کابل آغاز شده است. مسئولان شهرداری کابل تاکید میکنند که زغال سنگ به بهای ارزان به خانواده های نیازمند و نادار به فروش خواهد رسید. بدون شک ما در تمام مراکزی که زغال توزیع شده و وجود داره هر 4 نمونه زغال وجود داره و مردم نسبت به نیازمندی خود خریداری میکنن. اگر کسی نیازمند زغال جغله، زغال جغله میبره، بادامی بخواین بادامی یا سنگ بخواین یا خاکه. در همین حال مسئول یکی از ناحیه های شهر کابل میگوید که بعد از آوردن زغال سنگ به بهای ارزان در هماهنگی با ناحیه انجام خواهد شد. تر 2221 کسانو مراجعه کرده چې دوی مختلفو کټګوریانو باندې د زغال سنگ خواهش کړی دی، ځینې بلند منزلو دپاره، ځینې د کورونو دپاره. اینجا فقط صرف خانه والا که یک تن یافتر کمتر که ضرورت دارن در این جایی که ما شما حضور فیزیکی داریم اینجا توزیع میشه. البته از 10 تن به بالا او در دیسبس توزیع میشه. از سوی هم برخی از باشندگان پایتخت از مسئولان امارت اسلامی میخواهند که در کیفیت زغال سنگ توجه کنند. سنگ زغال یکی باشه که ارزان تر باشه، با قیمت ارزان باشه، با کیفیت باشه، بی کیفیت باشه هم خانواده را از بین میبره. زغال سنگ خود تاله ما نخریدیم چرا قیمت است، تاماناییش هم نداریم بخریم، بیکار هستیم. برخی آگاهان محیط زیستی به این باورند که استفاده بیشتر از زغال سنگ سبب آلودگی محیط زیست خواهد شد. استفاده از زغال سنگ خطرات بسیار جدی میره به من ملحوظ است که هیچ کشور جهان بدون پالایش استفاده نمی کنند. انتظار می رود در زمستان امسال 400000 زغال سنگ به بهای ارزان در اختیار پایتخت نشینان قرار گیرد که هر تن آن 9000 افغانی به فروش خواهد رسید. در اینجا رسیدیم به پایان خبر شش. از شما و از همکارانم سپاسگزارم. شب روز بخیر.